مطالبه جدی رو حضرت آقا مطرح کردن و موضوع پهپاد رو دائما مطالبه میکردن که اینها دیده نمیشن، کوچکند، ولی دارن کار جاسوسی میکنن. خیلی باید مراقب باشید. دائما توصیه میکردن به فرماندهان، مطالبه میکردن که موضوع زدن اونها، نشوندن اونها جز مطالبات جدی حضرت آقا بود. ما در چند مرحله موفق شدیم اقداماتی هم برای اونها انجام بده. آقای ماهایی از جمله آقای ماهای بدون سرنشین اسکنیگل، آقای ماهای شدو، تقریبا دیگه خلوش مثلا سالهای 2009-2010 متوجه شدیم که سری هواپیماهای جدیدی رو امریکا تو منطقه وارد کرده و ما اطلاعات زیادی از اونها نداشتیم. حالا هواپیماهای بدون سرنشین بزرگ، نوعهای مثل پردیتور، X-45، از این مدل‌ها زیاد بود استفاده می‌کردن و ما هم مطلع بودیم، گلوبال ها اینا رو مطلع بودیم، ولی این هواپیمای RQ-170 رو که به کار گرفته بودن، بعدها متوجه شدیم که سازمان جاسوسی امریکا این رو به کار گرفته و اصلا در پنتاگون نیست و به خاطر مأموریت های ویژه ای هم اینها رو وارد منطقه کردن. امشب می توانم به مردم آمریکا و جهان خبر بدهم که ایالات متحده عملیاتی انجام داده و تیهان اسامه بن لادن، رهبر سازمان القاعده و تروریستی که مسئول قتل هزاران مرد و زن و کودک بیگناه است، کشته شد. عملیات دستگیری اسامه بن لادن در پاکستان آنگونه که آمریکایی ها تعریف می کنند بسیار پیچیده بوده و همه عملیات از طریق یک هواپیمای بدون خلبان به طور زنده در کاخ سفید زیر نظر بوده. کارشناسان میگویند چشم آنها در این عملیات RQ-170 بوده که میگویند تا ارتفاع 5000 پایی هم قابلیت سرویس دهی دارد و از پیشرفته‌ترین انواع هواپیماهای بدون خلبان جهان است. در حد شاید مثلا 2 صفحه اطلاعات تو اینترنت داشتیم راجع به این. راجع به بقیه هواپیماها اطلاعات زیادی امریکایی معمولا میذاشتن رو سایت ها، ولی راجع به این خیلی اطلاعات نبود. چرا که به هر حال این در اختیار سازمان سیا بود و یک وسیله صرفا جاسوسی بود. گزارش‌هایی داشتیم از پروازی در پاکستان، داشتیم در افغانستان، داشتیم در جدار مرز. بعضی از گزارش‌ها می‌رسید که نشون می‌داد که از شکل این هواپیما، چیزایی که با چشم دیده بودن گزارش می‌دادن، تشخیص ما این بود که این هواپیماست. خیلی علاقه‌مند بودیم که این هواپیماها تا اونجایی که ممکنه سالم به دست ما برسه. با بررسی‌هایی که کردیم متوجه شدیم که تعدادی از اینها در پایگاه هوایی قندهار سازماندهی شده و به کارگیری میشه. حتی محل آشیانه های اونها را ما شناسایی کردیم و متوجه شدیم که این هواپیماها در کدوم بخش از این پایگاه نگهداری میشه و استفاده میشه. این پایگاهیه که هواپیمای RQ-170 از این نقطه برخواسته، مسیر به سمت شیندن رو ادامه داده، از اینجا به سمت شمال حرکت کرده، از طریق مرزهای شمال شرقی وارد شده و در محدوده بردسکن هواپیما کاملا دیگه توسط رزمندگان ما از کنترل‌ها خارج شد. هواپیما هدایت شد و در این محلی که ببینیم تقریبا شمال طبس هست، در یک منطقه کاملا دشت و صافی بود که این عمل لندینگ صورت گرفت.
بعد از اینکه این هواپیما در اختیار قرار گرفت، مشکل دوم ما شروع شد. ما نمیتونستیم هواپیما به این بزرگی رو منتقل بکنیم. خب دوستان فنی ما مشغول شدن بالای این هواپیما رو باز کردن. امکان بردن جرثقیل و امکانات تریلر و اینها برای انتقال فراهم نبود. مجبور بودیم از هلیکوپتر به عنوان جرثقیل استفاده بکنیم و قطعات این رو هلیبورن کردیم. ما مطمئن بودیم تقریبا امریکایی بالاخره یک کاری میکنن. ساعت اولیه بحثایی که با فرماندهان و مسئولینمون داشتیم، خب یه عده اعتقاد داشتن که به هر حال اونها هلیبور میکنن، نیرو پیاده میکنن، کماندو پیاده میکنن و میان این رو منهدم میکنن. یه عده هم معتقد بودن ممکنه حمله هوایی صورت بدن و بیان این رو با بمباران از بین ببرن. نگران بودیم که ممکنه که یکی از این دو عملیات صورت بگیره، ولی جنبندیمون این بود که اینا هلیبور نمیکنن، نیروهاشون رو به دام ما نمیفرستن، چون اگر این نیروها با تعمیداتی که فکر شده بود می اومدن و گرفتار می شدن، این مشکل امریکایی بزرگتر از مشکل اول می شد. لذا احتمال این که بیان بمباران بکنن رو ما رد نمی کردیم. یعنی یه احتمال کمی، این احتمال بالایی نبود، یه احتمال 10-15% می دادیم که این اتفاق ممکنه بیفته. به خاطر همین به همه پایگاه‌های موشکی ما اعلان آماده باش داده بودیم، به همه یگان‌ها اعلان آمادگی داده بودیم که اگر اونها حرکتی کردن ما بلافاصله پایگاه‌های اینها رو موشکباران می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران اولین خبر شکار پهپاد آمریکایی را از طریق خبرگزاری فارس منتشر کرد. خبر بسیار کوتاه و زیرکانه تنظیم شده. در لحظات اول ما گفتیم آر-370 ما گرفت. امریکایی هم باور نداشتن، مطمئن بودن این منهدم شده، منهدم، اطمینان داشتن که این موقع نشستن حتما بالاخره آسیب بهش رسیده، حتما یه جایی بوده که بالاخره به کوهی برخورد کرده، چون بالاخره یه هواپیما داخل باندم که شما می‌بینید میشینه، این هواپیما جته، هواپیما بزرگه، هواپیما کوچیکی نیست. موقعی که میشینه یه خورده باند خارج میشه، منهدم میشه، آتیش میگیره. حالا چطور میشه مثلا یه هواپیمایی در کویر بنشینه و هیچ اتفاقی نیفته؟ اطمینان آمریکایی‌ها از منهدم شدن کامل این هواپیما باعث شد تا آنها بدون هیچ اشاره‌ای به خبر منتشر شده از سوی ایران اعلام کنند هواپیمایی بدون سرنشین متعلق به ایساف یا همان نیروهای آمریکایی تحت امر ناتو گم شده است. نیروهای ایساف اعلام کردند که یک هواپیمای شناسایی آمریکایی متعلق به این نیروها هفته گذشته در غرب افغانستان گم شده. این از این ناحیه بود که باورش سخت بود. مثلا یه چیزی به این بزرگی رو مثلا باور نمی‌کردن که مثلا همچی اتفاقی رو به این راحتی مثلا تو ایران توسط چند نفر بر بچه‌های حزب اللهی و پاسدار مثلا به تو همچی کاری بکنن. فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها از نظر توان تسلیحاتی یا کشش رادار بتوانند با هواپیمایی به این کوچکی مقابله کنند. ما در این باره نظری نمی‌دهیم. در این مرحله ما هیچ نظری را تایید نمی کنیم. من اصلا در این باره نظری نمی دهم. انتشار اولین تصاویر از هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکایی ها. این هم هواپیمایی که این همه در رسانه های دنیا صحبتش هست. بدنه آن سالم به نظر می رسد و همین گمانه ها درباره به دست گرفتن کنترل آن توسط ایرانی ها را بیشتر می کند و احتمال سقوطش را کمتر. پس از انتشار تصاویر پهپاد توسط ایران، آمریکایی ها انکار صحت این تصاویر را در پیش گرفتند. این هواپیمای من بازم دارم بهتون میگم، این پهپادی که میگوید 27.5 متر طول بالش بوده، این چیزی که به ما نشون دادن این نیست. پس از آن مقامی در آمریکا مدعی شد ایران اگرچه این هواپیما را در اختیار گرفته است، اما فناوری لازم برای رمزگشایی آن را ندارد. تا اینکه سردار حاجیزاده اردیبهشت سال بعد در یک برنامه تلویزیونی از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی اقدام به افشای قسمت‌هایی از اطلاعات رمزگشایی شده این پرنده می‌کند. البته خود رمز زیاد داشت، خیلی موانع بود، ولی خب به هر حال با عنایت الهی اتفاق افتاد. نقطه پنهانی از این هواپیما برای ما وجود نداره و اینطور نیستش که ما بتونیم اون رو بنشونیم ولی نتونیم بهش
به اطلاعاتش دست پیدا کنه. یک مأمور سابق دستگاه جاسوسی آمریکا سی‌آی‌ای اعلام کرد ایران توانسته است سامانه هواپیمای جاسوسی آمریکا را هک کند و آن را به زمین بنشاند. رابرت پایر گفت تصاویری که ایران از هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی نشان داده درست و واقعی است. پس از آنکه ایران در 4 دسامبر خبر دستیابی به هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را اعلام کرد، مواضع آمریکا مدام تغییر کرده است. ابتدا آمریکا خبر را تکذیب و سپس به طور ضمنی به آن اذعان کرد. جهانیان شاهد سقوط آمریکا هستند. با ماجرای هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که در ایران سقوط کرده، دیگه فقط آمریکا نیست که به فناوری‌های پیشرفته در این نوع هواپیما دسترسی داره. اما مقامات ایرانی امروز و بعد از گذشت 1 سال از آن واقعه اطلاعات منتشر نشده ای از رمزگشایی RQ-170 را به نمایش می‌گذارند. بعد از در واقع تسخیر این هواپیما و دستیابی به حافظه های این هواپیما، پروازهایی که داره در مناطق مختلف انجام میده الان داریم. این هواپیما در کشورهای اطراف ایران پروازهای زیادی داشته. در عملیاتی که در پاکستان انجام شده خیلی از درگیری ها رو این هواپیما هدایت کرده. هواپیما میاد در پایگاه قندهار می‌نشینه و تاکسی میکنه، میاد در مقابل این آشیانه پارک میکنه و حتی از اینجا تاکسی میکنه میاد اول با آن پرواز میکنه. اینا دیگه فیلماش هست. پایگاهی که هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 از اونجا برخواست و هیچگاه به این پایگاه بر نگشت. این نقشه عکس هوایی، البته عکس هوایی که پشت سر ما هست. این محدوده‌ای که ملاحظه میکنید، این محدوده‌ایه که در واقع هم هواپیماهای بدون سرنشین نگهداری میشه و این آشیانه‌های RQ-170 این هواپیما در این باند می‌نشینه و از دسترسی‌هایی که در این دو مسیر وجود داره خودش رو به تاکسی بی میرسونه و به این قسمتی که بخش مربوط به هواپیماهای بدون سرنشین هست در واقع میاد و هواپیما جلوی این آشیانه ها پارک میکنه. این پایگاه تقریبا در فاصله 420 کیلومتری از مرزهای شرقی ما در داخل افغانستان. این هواپیما تنها هواپیمایی نیستش که در این پایگاه سازماندهی شده، بلکه هواپیماهای نوعهای دیگه هست، سری های MQ که هم تو کارهای شناسایی و مراقبت استفاده میشه و عمده بمباران هایی که امریکایی‌ها بر علیه افغانی‌ها و پاکستانی‌ها دارن انجام میدن از همین پایگاه هواپیما بلند میشه. از داخل همین محوطه، همین آشیانه‌هایی که ما نشون میدیم، همین محوطه و همین رمپ، همین هواپیما از اینجا بلند میشن، میرن مردم مسلمان افغانستان و پاکستان رو بمباران. به هر حال مقامات پنتاگون به شدت نگران این مسئله و پیامدهای آن هستند. آمریکا باور نمی‌کند این هواپیما بدون هیچ خسارتی در ایران نشانده شده است. این یک شوک بزرگ برای آمریکا بود. ما که این رو عنایت الهی می‌دونیم، غیر از این هم نیست. ولی برای آمریکایی‌ها اصلا باور کردنش راحت نبود که این هواپیما سالم به دست ما برسه. این خب یک فاجعه بود براشون. بعدها مشخص شد منتقدین دولت آمریکا اوباما را برای عدم بازپسگیری هواپیما یا انهدام آن توسط بمباران هوایی در خاک ایران مؤاخذه کردند. اما مقامات آمریکایی پاسخ درخور تأملی به این انتقاد دادند. این هواپیما به حدی برای آمریکا ارزشمند بوده که این کشور در نظر داشته نیروهای ویژه برای نجات اون یا نابودیش به ایران اعزام کنه. اما در نهایت مقامات آمریکایی به این نتیجه میرسن که اعزام چنین واحدی در صورت لو رفتن یک اقدام جنگی از سوی ایران تلقی خواهد شد. از این رو اونو لغو میکنه. هر روزی که گذشت، هر مقدار که کار جلو رفت، متوجه شدیم که آمریکایی‌ها
چه چیز بزرگی رو از دست دادم. اما در مورد اینکه امریکا چه چیزی رو از جنبه اطلاعاتی یا امنیتی از دست داده است، باید بگویم مایه نگرانی است. از هر منظری که نگاه کنید، این یک باخت برای امریکاست. موضوع فقط این است که بزرگی این باخت چقدر بوده است. خب فناوری که روی هواپیما هست خیلی مشابهت داره با فناوری هایی که در هواپیماهای مشابه پیشرفته امریکا وجود شبیه B2 که کاملا رادارگوریز بمب افکنه و هواپیما استراتژیکی به راحتی نمیشه اینها رو رهگیری کرد و زد. While computers design the amazing B2 and technology operates, در واقع نمیشه گفت که اونها یک فروند هواپیما را از دست دادن، بلکه فناوری و اطلاعات مربوط به خیلی عظیمی از پرنده هاشون را از دست دادن. با دستیابی ایران به جدیدترین فناوری رادارگریزی هواپیماهای نسل 5، آمریکا بلافاصله عبارتی را به راهبرد دفاعی ملی 2012 خود مبنی بر تولید هواپیماهای بمب افکن رادارگریز جدید اضافه کرد. این در حالی بود که هنوز بسیاری از هواپیماهای رادارگریز قبلی خود را به طور کامل عملیاتی نکرده بود. امریکایی هم فناوری 40 سال 50 سالشون اونا هم به راحتی نمیتونن تغییر بدن. بالاخره این همه سال کار کردن به اینجا رسیدن. به این سرعت نمیتونن تغییر بدن که بگیم حالا میان یه تغییری میدن، یه کاری میکنن که ما باز به بنبست میافتیم. نه، اینجوری نیست. دیگه کاملترین سیستم های جمع‌آوری اطلاعات اونها نمیتوانن محیط امنی رو در موضوع ما برای کشف اطلاعات پیدا کنن. و تا زمانی که آقای اوباما و خانم کلینتون اون پس درخواست رو مطرح نکردن، کسی متوجه اهمیت قضیه نشد. حتی بعضی هم گفتن که نه، حالا همچین چیزی صحت نداره. یا موقعی که فیلم اون رو نشون دادیم گفتن ماکت. With respect to the drone inside of Iran, I'm not going to comment on intelligence matters that are classified. As has already been indicated, we asked for it back. We'll see how Iranians respond. برخی از تجهیزاتی که در داخل این هواپیما وجود داره که مهمتر از خود هواپیماست، ما راجبش تا الان حرفی نزدیم، نگران اون بودن که خب سالم و کامل به دست ما رسیده و اونا هم الان مطمئن شدن که دیگه این فناوری در اختیار. به نظر می رسد این بازی همچنان ادامه دارد. حرف ها و برگ های برنده زیادی در رابطه با RQ-170 که جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد، مقامات آمریکایی را منتظر اخبار و عواقب جدیدی نگه داشته است که شاید تصورش هم برای آنها دردناک باشد. در حدی که ما می توانیم صحبت بکنیم، می توانم عرض بکنم که دستاوردهای این هواپیما فراتر از اون چیزیه که روزهای اول فکر میکردیم و امکانات بسیار پیشرفته‌ای روش هست، که خب این یک غنیمت گرانبهاییه که ازش استفاده شایسته انشالله خواهیم برد. ضمن این که خود این هواپیما به لحاظ آیرودینامیکی و شکل خود هواپیما و نوع کاری که رو این شده میتونه مدلی باشه برای به اصطلاح مهندسی معکوس و یا الگو گرفتن، بهتر من بگم. خب ما هم الان وضعیت فناوری و صنعت بدون سرنشینمون در جای خوبی قرار گرفته. ما جزو کشورهای تراز اول دنیا هستیم. من اگر از این نترسم که حرف من رو قبول نکنن، معتقدم ما دومین کشور در حوزه فناوری پرنده‌های بدون سرنشین هستیم در جنبه‌های مختلف. من مثال اگر بخوام بزنم، یک هواپیمایی مثل RQ-170 این کاری که داره انجام میده، حدود قیمتایی که بین خود امریکایی ها، یعنی تولیدات صنعت مثلا کارخانجاشون که تولید میکنن و مثلا نیروهاشون که خریداری میکنن، مثلا 24 میلیون دلار قیمتایی که ما مطلع شدیم هست. ولی شاید 90% ماموریت همین هواپیما رو ما داریم انجام میدیم با یه هواپیمایی که مثلا 500 هزار دلار برای ما. ملتی نیستیم که بنشینیم تماشا کنیم قدرت های پوشالی مادی که از درون کرم خورده و موریا نخورده اند ملت استوار و پولادین ایران را تهدید کنند. ما در مقابل تهدید میکنیم.
هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین کند. در طول جنگ به ندرت محدود تونستیم موشک زمین بزنیم بخریم، ولی نه در دوران جنگ نه بعد جنگ به ما بدون سرنشین ندادن. ما آرائه متنوع از پرنده های بدون سرنشین، از پرنده های دست پرتاب با جثه های بسیار کوچک تا پرنده های دوربرد، رادارگریز و دارای سیستم‌های کشف و جمع‌آوری اطلاعات بسیار پیشرفته‌ای هستیم. تصویر مشاهده می‌فرمایید. نام هواپیمابر آمریکایی است به شماره 77 به نام جورج دبلیو بوش. پویسر رزمناو در حال حرکت و ورود به منطقه خلیج فارس می‌باشند. و اینا در اوج تحریم هم. نه نمونه داشتیم، نه تجهیزات به ما دادن، نه نقشه دادن، نه اطلاعات دادن، نه آموزش. از صفر فقط با همین تصاویری که دیدیم یه چیزی مثلا توی دنیا وجود داره و میشه همچین کاری کرد. با همین حد اطلاعات جوانان ما رفتن جلو و الحمدلله امروز توانمندی‌های بسیار پیشرفته‌ای داریم که حالا گوشه ایش رو شما در موضوع ایوب و آرکیو 170 و از این قبیل دارید میبینید. پهباد حزب الله لبنان فرمانده پدافند هوایی رژیم صهیونیستی را برکنار کرد. هذه الطائرة ليست روسية، هذه الطائرة هي من صناعة إيرانية وتجميع ومونتاج الكادر اللبناني المتخصص في حزب الله. فهذه رحلة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. رجيم الصهيونيستي إعلان كرد كه آلمانها اين فناوري رو دادن. اصلا اين فناوري توسط يعني هواپیما به سفارش ايران توسط آلمانها ساخته شد. یا بعد گفتن که نه بخشی از اجزای این رو دادن، چون داخل این سیستم هایی وجود داره چون اصلا باور نمی کنن که این تو ایران ساخته بشه، ولی توسط همین جوان ها ساخته شده. این 60-70 کیلومتر داخل فضای تحت کنترل رژیم صهیونیستی این طرف ما حرکت نکرد، بلکه این قریب 400 کیلومتر پرواز. این تصاویری است که روز شنبه گذشته رسانه‌های اسرائیل نمایش دادند که نشان می‌دهد ارتش اسرائیل هواپیمایی بدون سرنشین معروف پهپاد را در آسمان این کشور ردیابی و منهدم می‌کند. این هواپیما قادر بود بدون اینکه صهیونیست‌ها متوجه بشن مأموریت خودش را کامل انجام بده، چنانچه تجربه این را هم به کرات دیده بودیم. بعضی از مسیرهایی که طراحی کرده بود حزب الله به نظر من عمدی در کار بود که این اتفاق بیفته و در مقابل دوربین‌های که برای کشف استفاده می‌کنن رو بالون‌ها نصب کردن در مناطق جنوب رژیم صهیونیستی و اینها رو اطلاعاتش رو هم حزب الله داره هم ما داریم، چه لزومی داشت مثلا از مقابل اینها عبور کنه که اونها ببینن؟ من فکر می‌کنم حزب الله یه عمدی رو داشت و با اون نتیجه هم که می‌خواست رسید، اون پیامی هم که لازم بود به صهیونیست‌ها داد. اما ان يتم اسقاطه في نهايه المطاف هذا أمر طبيعي ومتوقع، ليس هنا الإنجاز، الإنجاز أن تسير مئات الكيلومترات وفي منطقة من المفترض أنها مليئة بالرادارات الإسرائيلية والأمريكية والحلف أطلسية واليونيفيلية و إلى آخره. پاسخ ملت إيران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون اونها رو از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد. ببین تجربه نشون داده هر موقع مسئولین ما اراده کردن و به جوانان اعتماد کردن کار نتیجه داد. در سپاه، در نیروهای مسلح این فرهنگ وجود داره.
چون شروعش با فرمانده لشکرهای 18 ساله و 20 ساله بوده، اصلا از اون ابتدا اعتماد شده به این جوانا، جنگ رو جوانا اداره کردن و امروز هم در بخش فناوری این اعتماد وجود داره. به دلیل این که ما همواره در فضای تهدید زندگی کردیم و احساس کردیم که باید با دشمنان بزرگ برخورد کنیم، متوجه شدیم که در فضای تحریم و محاصره و انزوا قادر هستیم اون خود اتکایی ها و خودکفایی های لازم رو در حوزه فناوری های دفاعی کسب کنیم. الان به ما اگر مثلا بعضی از قطعات مثلا ندن تو همین خودرو، بعضی از خودرو تولیدش تعطیل میشه. اینجوریه دیگه. حالا چطور میشه خط موشک رو، یعنی خودرو رو میتونن تعطیل بکنن ولی موشک رو نمیتونن تعطیل کنن؟ از بومیه دیگه، پیچیده دارم. از فقط این دو عامل مهمه در سایه ایمان و اخلاصی که الحمدلله ملت شریف ما، جوانان ما دارن، فقط مهم اینه که مسئولین اراده بکنن، اعتماد بکنن و میدان بدن به جوان. مطمئنن ما از این تحریم ها دارن.